تشدید شکنجه زندانیان سیاسی، پناه بردن به تروریسم ماهواره‌ای، اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی و بستن ایستگاه‌های مترو در برابر اراده قاطع مردم ایران و بهار قیام و آزادی در سراسر منطقه راه به جایی نمی‌برد و فقط ضعف و هراس بنیادین این رژیم را به نمایش می‌گذارد. دیکتاتوری آخوندها از خروش توفنده بهمن ماه و قیام آزادی خواهانه مردم ایران و از توفان خیزش ها در منطقه گریزی ندارد. ولی فقیه ارتجا بیهوده می کوشید که دیکتاتوری فاسد آخوندی را الگوی انقلاب آزادی خواهانه مردم مصر معرفی کند. ولی حالا در چند صد متری بیت العنکبوت خودش دوباره قیام کنندگان زمین را زیر پای رژیم به لرزه درآوردند و به ملت‌های سراسر منطقه پیام می‌دهند که فاشیسم زیر پرده دین الگویی است که فقط باید آن را لعن و نفرین و سرنگون کرد. جامعه جهانی را به همبستگی با خیزش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران فرا می‌خوانم و به دولت‌هایی که در پی مماشات و معامله با آخوندها هستند خاطر نشان می‌کنم که این سیاست‌های عقب مانده و امتیاز دادن به رژیم نامشروع آخوندها را به کلی کنار بگذارند و در کنار مردم و مقاومت آنها برای آزادی قرار گیرند. معامله و مراوده با این رژیم نه تنها نامشروع و علیه ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک است، بلکه این معاملات از این پس جز خسران اقتصادی و سیاسی و برانگیختن نفرت و انزجار مردم ایران حاصلی نخواهد داشت.